سلام و وقتتون بخیر. با یک آنلاین دیگه در خدمت شما هستیم تا سری بزنیم به موضوعات مطرح در شبکه‌های اجتماعی. دیروز مهمترین و طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن اتفاق افتاد که جایی که میشد این موضوع رو از اون دنبال کرد و دید ایران بود. گزارش امروزمون رو با تصاویری از ماه گرفتگی در شهرهای مختلف شروع می‌کنیم. این تصویری هست که در فضای مجازی منتشر کردن از شهرهای شیراز، اصفهان، تهران، همدان و تبریز و شهر کرد که نماهای مختلفی از ماه گرفتگی رو به تصویر کشیدن. و اما امروز ششمین روز اعتصاب کامیونداران در کشور بود که در این رابطه عکسی از اعتصاب ارومیه رو در فضای مجازی منتشر کردن. این تصویری است از ششمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در ارومیه. اما چنین اعتصاب قدرتمندی قطعاً که نیاز به حمایت و اتحاد سراسری داره. کامیونداران خطاب به سایر اقشار اینطور گفتن: آی کارگر، آی معلم، آی زحمتکش، درد ما درد شماست. پیروزی اعتصاب ما در گروه حمایت شماست. بله، یه دست صدا نداره. اما یک موضوع ثابت که متاسفانه به موزیک متن جامعه ایران تبدیل شده، چپ‌حول‌های حکومتی و همینطور اختلاف طبقاتی، فقر و درد و رنج برای مردممون هست. پست‌های بعدی به همین موضوع پرداخته. از جمله این پست هست که طبق آخرین اعلام رسمی از سوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، قیمت لبنیات 32% افزایش پیدا کرده. اما در ادامه این پست‌ها هم میپردازیم به توییتی معنادار و تکندهنده و یک ریپلای تکندهنده تر از اون. من لیسانس برق گرایش کنترل دارم. خدایش از رشتم راضیم و اگه خدا بخواد تا آخر تابستون یه فلافلی میخوام بزنم. و اما ریپلای تکندهنده تر: ارشد قدرت هستم. خیارشور دبه‌ای رو از ما تهیه کن. قیمت همکار حساب میکنم واسه داداش. و اما یک توییت معنادار از یک هموطن بلوچ: امروز داشتم فیلم دکید، یکی از شاهکارهای چارلی چاپلین رو نگاه می‌کردم. جالب بود که فیلم مال سال 1921 بود، یعنی تقریباً 100 سال پیش. و اون موقع خونه یک محله فقیرنشی گازکشی بود. حالا 100 سال بعد ما توی زاهدان هنوز لوله‌کشی گاز نداریم. بله، این هم سهم مردم از سفره انقلاب آخوندهاست. و اما دیروز از فیلیپ قایم سلیمانی و تهدید آمریکا و همینطور بازتاب‌های اون در فضای مجازی صحبت کردیم. امروز جالبه که پاسخ یک هموطن رو نسبت به تهدید روحانی و قاسم سلیمانی بشنویم. هم دردناکه و هم طنز داره. ساعت 4 بعد از ظهر شهرستان ساری. الان یه مدتیه که روزانه حدوداً 2 ساعت برق قطع میکنن و چون ما وارد طبقه 4 هستیم آب نداریم. قابل توجه خامنه‌ای، روحانی و سرداران سپاهی که آمریکا و اسرائیل رو تهدید میکنن، میخوام بگم که شما حتی توان تولید و تامین برق مورد نیاز کشور رو ندارید و متاسفانه ما رو به دوران قاجار برگردوندید. بله، کلیپ خودش گویای همه ی حرف بود. اما در مرداد ماه هستیم و باید یادی کنیم از تابستان خونین و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی. کاربران فضای مجازی در این رابطه پست‌هایی رو در فضای مجازی منتشر کردند و هم یاد اون شهدای قهرمان رو زنده کردند و از طرفی هم خواستار محاکمه قاتلان و آمران این جنایت شدند. از جمله این پست هست که در اون نوشته: تابستان 67، آغاز یک فاجعه. خمینی: هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها، در هر صورت که حکم سریعتر اجرا شود همان مورد نظر است. بله، در ضمن اون هم کاربر گفته که قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در تابستان خونین 67
با حکم کتبی و دستورهای روزانه و زیر نظر شخص خمینی صورت گرفته. نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. همچنین پست بعدی هم این پوستر هست که در رابطه با قتل عام 67 اون رو در فضای مجازی منتشر کردن و همینطور در رابطه با همین موضوع هم صحبتی از جفری رابرتسون اولین قاضی دادگاه ملل متحد برای سیرالئون رو هم ضمن اون نوشتن و گفته که این بدترین نمونه منحصر به فرد در دوران پس از جنگ جهانی دوم است که طی آن زندانیان قتل عام شدند. همچنین کاربران فضای مجازی هم ضمن منتشر کردن عکس‌های آمران و قاتلان این جنایت خواستار محاکمه اونها شدند و اجرای عدالت درباره اونها. بله، آخوندها هرچی که سعی کردند که این جنایت رو مخفی کنن و یا اون رو انکار بکنن اما موفق نشدن. در 30 سالگرد قتل عام اون زندانیان سیاسی می‌بینیم که صدای اونها، صدای آزادی خواهی اونها هرچه رساتر به گوش میرسه. خون اونها بی نتیجه نبوده، بلکه الان در 30 سالگردش در واقع نه تنها محاکمه جنایتکاران رو به بار خواهد داشت، بلکه میره تا مسیر آزادی رو هرچه بیشتر آبیاری بکنه. به امید اینکه برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.